تست بعدی از سقوط آزاد. میگه گلوله از ارتفاع 70 متری زمین رها میشه، 1.5 ثانیه بعد گلوله بی از همون نقطه رها میشه، 2 ثانیه بعد از رها شدن گلوله بی فاصله دو گلوله از هم چقدره؟ من بچه برای سادگی کار نقطه رها شدن رو میگیرم مبدأ، جهت مثبتم میذارم رو به پایین. خب کافیه ایگرگ یا مسافت طی شده برای هر گلوله رو حساب کنم. ایگرگ آ 1/2 ژ تی آ به توان 2. دقت کنید بچه ها، 1.5 ثانیه گلوله آ زودتر رها شده، 2 ثانیه بعد از این هم حرکت کرده، پس تی آ بوده 3.5، یعنی میشه 1/2 ضرب در 10 ضرب در 3.5 به توان 2 میشه 61.25. اما برای گلوله بی ایگرگ بی 1/2 ژ تی بی به توان 2 1/2 در 10، گلوله بی بچه 2 ثانیه است که حرکت کرده، به جایی میذاریم 2 به توان 2، مقداری که اومده پایین 20 متره. خب حالا موقع اینه که فاصله دو گلوله از همو به دست بیاریم، اختلاف این دوتا 61.25 و 20 میشه 41.25 و پاسخ گزینه 4. ممکن این سوال براتون پیش بیاد که عدد 70 متر آیا در جواب این مسئله تأثیری داشت؟ بله، عدد 70 متر رو طراح به این دلیل داده که شما متوجه بشید 2 ثانیه بعد از اینکه گلوله بی رها شده هنوز هیچ کدوم از گلوله ها به زمین نرسیدن و هر دو در حال حرکت سقوط آزادند.